27 روز بهمن ماه برابر با 16 فوریه سال 1297 خورشیدی برابر با 1919 میلادی در گذشت سر مارک سایکس سیاستمدار و دیپلمات مشهور انگلیسی که از جوانی به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و پس از چندی به پارلمان انگلیس راه یافت ساکس با آغاز جنگ جهانی اول به عنوان دیپلمات انگلیس عازم منطقه بالکان شد و سپس به ترکیه رفت سایکس نماینده انگلیس در پیمان متقابل انگلیس و فرانسه موسوم به سایکس پیکو بود این پیمان شرایط سیاسی منطقه را برای تفکیک اراضی خاورمیانه و مستملکات آسیایی امپراتوری عثمانی فراهم آورد در قرارداد سایکس پیکو که نوعی تبانی استعماری و توسعه طلبانه متفقین بود منطقه خاورمیانه عربی بین سه کشور انگلستان، فرانسه و روسیه تزاری تقسیم شد فرانسه و انگلیس در پی تقسیمات پیمان سایکس پیکو با یکدیگر توافق کردند تا متصرفات خاورمیانه‌ای خیش را به امیرنشین‌های متعدد تبدیل نمایند و در هر امیرنشین احساسات قومی، نژادی، زبانی و مذهبی را علیه دولت عثمانی به وجود آورند تا راه شکست نهایی عثمانی از این طریق هموار گردد. سال 1324 خورشیدی برابر با 1946 میلادی آغاز استفاده از حق وتو در سازمان ملل متحد یک سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد با مخالفت نماینده شوروی در سازمان ملل با یکی از پیشنهادهای شورای امنیت برای اولین بار حق وتو مورد استفاده قرار گرفت این حق تنها منحصر به 5 عضو دائمی این شورا یعنی آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین است طرح اصلی حق وتو در کنفرانس یالتا توسط انگلیس، آمریکا و شوروی به تصویب رسید و بعدها در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد از آن زمان تا کنون اعتراض‌های متعددی از جانب کشورهای جهان به حق وتو انجام شده است این کشورها حق وتو را که به 5 عضو دائمی شورای امنیت اجازه می‌دهد به خاطر منافع خود در مقابل تصمیمات شورای امنیت و یا سازمان ملل بایستد مخالف اصول دموکراسی و برابری کشورها در سطح جهانی می‌دانند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی در آغازین روزهای انقلاب دادگاه‌های فوق‌العاده چند دقیقه‌ای به ریاست صادق خلخالی گیوی تشکیل و گروهی از منصبداران رژیم پیشین به جرم شکنجه و کشتار مردم و خیانت به کشور و به عنوان مفسد فی الارض بدون داشتن حق دفاع یا وکیل مدافع به تیرباران محکوم شدند برخی از این افراد عبارتند از ارتشبد نعمت الله نصیری رئیس ساواک سرلشکر ناج رضا ناجی اولین فرماندار نظامی در جریان اعتراضات سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروز و سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی که حکم غالب آنها در پشت بام مدرسه رفاهی به اجرا درآمد.